زنی که قربانی اختلال جنسی شوهرش شده است. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. رخشانه نام یکی از زنانی است که قربانی غرور مردانه مردی شده است که دارای اختلالات جنسی است. در 16 سالگی بعد از مرگ مادر، پدرش رخشانه را در بدل یک مقدار پول به نکاح مردی 36 ساله درآورده است. برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کرده و کانال نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را نیز فشار دهید. زنان زیادی هستند که قربانی غرور مردانه می شوند و مردان زیادی که غرورشان را به زندگی زنان برتری می دهند و زن را تنها وسیله خواستهای جنسیشان می دانند. مردانی که گمان دارند مبرا از هر گونه عیبند و برای اثبات سالم بودن و مبرا بودن از عیبشان دست به هر نوع خشونت علیه زنان می زنند. طبق ماده 176 قانون مدنی افغانستان، زن زمانی میتواند درخواست جدایی یا انفصال را داشته باشد که شوهر او با مرض لاعلاج مبتلا باشد و اعاده صحت وی غیر ممکن باشد و یا هم مدت طولانی را در بر بگیرد، به نحوی که معاشرت با شوهر بدون ضرر کلی برایش ناممکن باشد. در تثبیت این عیب از نظریات متخصصان مسلکی استفاده به عمل می آید. پس هرگاه ثابت شود که معالجه ناممکن باشد، محکمه طبق ماده 179 قانون مدنی فوراً به جدایی حکم می کند و در صورتی که عیب قابل علاج باشد و مدت طولانی برای معالجه داشته باشد، تا مدت یک سال می تواند مطالبه طلاق را به تأخیر اندازد. بنابراین اگر زنی قبل از ازدواجش از داشتن عیب شوهرش اطلاع ندارد و یا عیب را شوهرش کتمان کرده باشد و بعد از ازدواج برایش ثابت شود که شوهرش دارای عیب است، می تواند به محکمه درخواست جدایی بدهد. با وجودی که طلاق به سبب عیب یکی از حقوق زنان در زندگی مشترک است و شرع و قانون نیز بر آن تاکید کرده است، اما قبول کردن آن در عرف افغانی بیشتر به ضرر مردان است و برای جلوگیری از درخواست طلاق زنان، دست به ترساندن زنان، تهدید، شکنجه و لتوکوب آنان می‌زنند. رخشانه یکی از زنانی است که قربانی غرور مردانه ی مردی شده است که دارای اختلالات جنسی است. در 16 سالگی بعد از مرگ مادر، پدرش رخشانه را در بدل یک مقدار پول به نکاح مردی 36 ساله درآورده است. رخشانه هرچند در ابتدا با این ازدواج رضایت نشان نمی دهد، اما رضایت او یا عدم رضایت او برای این ازدواج شرط نیست، بلکه شرط پرداختن پول توسط شوهر برای پدرش است. بعد از ازدواج رخشانه متوجه می شود که شوهرش دارای اختلالات جنسی است و نمی تواند با رخشانه رابطه جنسی داشته باشد. این ناتوانی جنسی او سبب می شود که با شیوه های وحشیانه رخشانه را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دهد و همچنان او را تهدید می کند که در صورت آگاهی خانواده‌اش از این موضوع او را از بین خواهد برد. از سوی دیگر زنان زیادی در خانواده شوهرش روز بعد عروسی رخشانه منتظرند تا بدانند آیا رخشانه بکارت داشته یا خیر و برای گرفتن دستمالی که شب قبل برایش دادند انتظار می کشند. برای پوشاندن این موضوع شوهر رخشانه نقشه‌ای کشیده و دستمالی را برای اثبات دخترانگی رخشانه به زنان خانواده تحویل می‌دهند و با دیدن آن دستمال زنان خانواده رد رخشانه را رها می‌کنند. دیدن این دستمال پایان بدبختی رخشانه نیست که شروع بدبختی او است. شوهر رخشانه پلیس است و در صفوف پلیس در یکی از ولایات دور مشغول کار است. هر بار که او خانه را ترک می کند، بعد از بیشتر از یک ماه دوباره به خانه می آید. زمانی را که در خانه است، خانه را برای رخشانه مبدل به جهنم می کند. آزار و اذیت‌های جنسی او سبب می شود که در نبودش رخشانه به خواهرش از این موضوع شکایت کند و به خانه او پناه ببرد.
اما با برگشتن شوهرش با راه انداختن داد و دعوا او را به خانهش میبرد و با وسایل مختلف او را شکنجه میکند. ریسمانی را به گردن رخشانه انداخته و بارها او را بر روی خانه میکشد و میگوید که غرور او را زیر پا کرده است، پس باید به سزای این عملش برسد. پس از لطکوب زیاد شروع به شکنجه جنسی او می کند و برایش می گوید اگر قصدش از گفتن این حرف ها به خانوادش این باشد که با شخص دیگر ازدواج کند و لذت اولین رابطه را با شخص دیگر داشته باشد، باید این آرزو را به گور ببرد و قبل از جدایی از او، او را راهی قبر خواهد کرد. با گفتن این حرف ها به رخشانه سعی می کند با استفاده از دست و اشیای دیگر به او تجاوز کرده و بکارت او را از بین ببرد. با حکایت از این شکنجه ها گلوی رخشانه را بغض می گیرد و زخمهای دست و بازوانش را نشان می دهد و می گوید همه بدنش مانند بازو، گردن و دستانش پر از زخم است که نمی تواند آنها را نشان بدهد. رخشانه که به سختی توانست خود را از این وضعیت نجات بدهد و دوباره راهی خانه خواهرش شود، خواهرش او را به یکی از ارگانهای مدافع حقوق زنان معرفی می کند و از اینکه جانش در خطر است شکایت می کند. رخشانه چندین ماه را در یکی از مراکز حمایوی زنان می گذراند و پرونده اش در دادستانی و دادگاه رسیدگی می شود. بر علاوه گرفتن طلاق، شوهر رخشانه محکوم به حبس می شود. رخشانه که حالا 20 سال دارد، در یکی از مراکز آموزش زبان مصروف فراگیری زبانهای خارجی است و می گوید رنجهایی را که کشیده است سبب مختل شدن وضعیت روانیش شده. با کمک مشاور روانی تلاش دارد فراموش کند و زندگی خوبی برای خودش بسازد. برای ویدیوهای بیشتر و داستانهای بعدی نیکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید و همچنین ویدیوی ما را لایک کرده و نظریاتتان را در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار.